سلام به تمامی بیننده های عزیز، امید که هر کجایی که هستین جور و صحتمند و سر حال باشین. دوستای عزیز، بعد از مدت های خیلی طولانی ما امروز خواستیم احوال خانم سارا بهاوی، نخستین زن تکسیران در افغانستان رو بگیریم که خیلی مدت میشه که از رسانه ها دور هستن و ما خواستیم که امروز بریم سراغ سارا تا در مورد کار و فعالیت هایی که خصوصا در شهر مزار شریف انجام میدن ازشون بیشتر بپرسیم. استاد جان سلام، خوب هستین؟ تشکر، زنده باشین. شما خوب هستین؟ تشکر از اینکه در محترم ما تشریف آوردین. تشکر یک جهان که مرا لایق این مصاحبه دانستین و یک سلام برای بینندگان تلویزیون آریانا تقدیم میکنم بر تک تکشون. سلامت باشین. استاد جان، خیلی وقت میشه که از رسانه ها شما کناره گرفتین، با چی دلیل است که شما قوخ میشه در رسانه ها دیده نمیشین و در ذهن مصروف چی کار هستین؟ در رسانه ها گرچه من خبر نمیرم، اشتراک نمیکنم و خودشان نخواستن و من نرفتمم. گرچه اگه بخواین این امروز شما خواسته بودین که با آمدم در اینجا پیشتان صاحبه دارم دیگه. کار بارم هم زیاد است به خاطر که یک انجمن زنبورداری جور کردم، امرای اون مصروف شدم کوپراتیوی بوده و را به تبدیل کردم به انجمن زنبورداری. از طرف همی وزیر زراعت یک 300 صندوق زنبور برای خانم ها و آقایان در ولسوالی ها کمک شده که اونم اونها بسیار سرگردان هستم. کار تکسیرانی است، عمله است، مکتب است دیگه، در بخش دادخواهی است. این سرگردانی هست و قدر معلوم نمیشون دیگه. آها، خیلی خوب است. میشه در مورد کار تکسیرانی بگوییم که شما نخستین زن در افغانستان بودیم که تکسیرانی را آغاز کردین. بعد از شما چقدر دختر خانم های دیگه انگیزه گرفتن با او از خود موتر گرفتن تا سرای بکنه؟ تشکر. افتتاحش خود من کردم، حال بسیار احساس خوشی میکنم که در هر جایی که من میرم کورس های رانندگی زنان هست. حال از طریق ریاست معارف و ریاست امور زنان در مکتب ها آغاز شده، استادا را تدریس میتن و بخش رانندگی و عملیش هم خودم از مکتب خودم را من خودم عملیش کار کردم. استادای پنتون بودن، گفتن وقت نداشتیم، با اونا رسیدگی کردن نتونستیم. تعداد زیاد خانم ها آل علاقمند هست، رانندگی زیاد هست اما تکسیرانی کم هست. اونا ای تو به حساب ترس میکنه، ایراز میکنه که اذیت آزار هست. این مرسانهاری هست که افغانستان یک ماه چورت کردن در بین مردم در آمد تو نتشکنی کردن و زیادی کسا نمیتونن که تکسیرانی کنن و موترهای شخصی خود هی میکنن. 250 خانم شاگرد داریم ما به حساب بخش رانندگی. بدون 250 خانم دیگه یک کورس دیگه است به نام نجیب الله غضنفر، اونا ایجاد کردن. اونا در زیادیشان در مکتب ها در پنتون ها در استاد ها چی میکنن آموزش میتن دیگه. یک کورس ویژی بانوان است، زیاد کورس ها حالا جور شده بخاطر این خانم ها است دیگه. ما خوش هستیم. من فکر میکردم که تنها من هستم. بعضی ها میگفتن که والا یک خانم رانندگی میکنن یک حیب است در افغانستان، عیب میدونستن. حالا من فکر کردم که عیب نبوده، کار خوبی بوده. خانم ها حالا خودشان علاقمندی پیدا کردن. بر ما هزاران زنگ میاد، هزاران مسیج مانده میشه از طریق فیسبوک. کلکشان علاقمند هستن که بر ما رانندگی را یاد بدین که موتر در خانه است، مردای ما بیرون کار میکنن، یک جای اگر بریم ما خود ما رانندگی کنیم، مشکل خود حل کنیم. پس شما یک زمینه خوبی را بستر خوب بر بانوها فراهم ساختین تا بین خودشان در جامعه مهربانی بکنن. بله. بعد در رابطه با کارتان میشه بگین که بیشترین کار که گفتن شما میکنین عمله دارین؟ بله. چند تایم عمله دارین و کجاها میبرین میارن؟ خب من یک تایم عمله دارم به حساب چیز ازم داخل شهر جمع میکنیم، اونا کورس میرن، کورس MC میگن دختر هستن. و یک تایم هم مسئولین هستن بر طرف رنوات میگن، پنتون رنوات میرن. بعد از او که بیکار ماندم باز سواری میبرم در لین کمربند داخل شهر هست. خانم ها هست باز زیادتر در موتر ما بالا میشن، خوشحالی میکنن. کاش که میگه خانم ها زیاد شوه، مشکل مال شوه. یعنی یکی داد آقایان هست که مقصد در دلشان بد تاثیر نکنه. خود اینکه من نمیگم یا خانم که در داخل موترش بالا شد دفتا آینه را طرف را خوب میکنه یا شما را میتن دفعی دوم که ما مراجعه بکنو بیادم موتر ما چی میکنم. از خاطر خانم ها زیادتر علاقه من به من هستم. میگه خانم هستی یعنی ما راحت هستیم. شما یعنی دو تایم کورس که عمله دارم. رویه مردم با شما چی بودن؟ رویه مردم قبلا هیچ خوب نبود.
روی حتی ما باور کنید تو تهدید ها میشنم و تهدید به مرگ شدم. مرا لد کردن. من هیچ امیر نشر نکردم که من پاهان را جای خون لب جای چاپ لب من سکت بکس زدن و چی کارایی نکردن. تایر موتر مرا پنچر کردن، رنگ موتر مرا بردن که به خاطر که در رسانه ها صورت نداشتم، یعنی در رسانه ها نفهمیدن که فکر میکردن که یک خانم بعد از رانندگی میکنن، یعنی خانم به جنس دوم یاد نشه یک خانم بعد گفته به هر حالت مرا تهدید میکردن. وقتی که در رسانه ها که نشر شد که من برای حلال روزی حلال پیدا میکنم، مشکل اقتصادی داشتم، کلگی فهمیدن که یک استاد هستم، رئیس شورا هستم. با او دلیل حال از طریق رسانه ها دیدن تقریبا دو سال میشه که سرزیت هم نمیکنه، مردم بسیار احترام میکنه، خصوصا ترافیک ها، بخش نظامی، هر کدامشان باشه، همه مردم بر ما میگه تو یک الگوسی، افتخار ماستی، یعنی خوش هستن مردم از من. دیگه قبلا هیچ خوش نبودن، برایشون عادی شده. اول روزهای اول کلی که به نام وی یاد میکنن، وی خانم است، وی چه قشر است، وی چه بد است، چقدر فامیلشان بی غیرت است. همین این چیزایی را گفتن که ما همه چیز را تحمل کردیم، مبارزه کردیم، بالاخره دایی سرحد رسیدیم که داخل شهر مزار حال خانم ها رانندگی میکنن. یعنی می یک موفقیت است این مبارزه ما، یعنی در ناکامی تبدیل نشد، کامیاب شدیم. آها دقیقاً. واقعا کسی که اراده بکنه تصمیم میگیره حتما یک کار را میتونه انجام بده و شما الگوی هستین برای دیگه دختر خانم‌ها تا بتونن که بیان در اجتماع رانندگی بکنن و یا دیگه بخش‌های دیگه کار بکنن. بله. در رابطه با خانواده‌تون میشه بگین استاد که چه تعداد هستن در خانواده؟ در خانواده خود من شاگرد مسی خبر دارم، ازدواج نکردم، صاحب سه طفل فرزندی بودم دیگه هستم. یک طفل که من 17 ساله برق گرفت، سر بمب برآمدم، برق 20000 فوت کرد، جای جنت باشم. و دو تایش هست، یکیش 22 ساله هست، یکیش هم 3 ساله هست، اینا رو گرفته کلان کردم. مادرکم هست، معیوب هست، او گشته نمیتونه، یک فامیل همشیریم هست، او رو صغیرای همو بود دیگه. در تعداد یک 13 نفر در خانه اصلا ما 5 نفر هستیم دیگه. رایشان دور هستن، همونا رو هم مصرفشان باز ما خود مصرفش بذاشتیم. و باها دوستان رو گفته نمانه، ما در مکتب مولانا جلال‌الدین افتخار شاگردی استاد دارم و ما واقعا افتخار میکنم که به پیش استاد درس خونده و مکتب هم میرم دیگه. آه میرم، شاگرد لایق من بودیم. من افتخار میکنم که تو یک وظیفه خوب هست، یعنی که بخش خبرنگاری است، بهترین وظیفه است، افتخار ما سی در وظیفه که دارید، تو بر ما افتخار میبخشید. خب بیرم بگوین استاد جان، طرف شب هم شما کار میکنین یا که نه کارتان الان طرف روزانه هست؟ نه برای من کدام مشکل نیست، شب روز شب هم باشه کار میکنم، روز هم باشه کار میکنم. مشکلات فامیلی ها زیاد هستن، زنگ میزنن، مثلا شفاخانه میبرن، بعضی موتروان ها نمیبرن از طرف شب، ترس دارن. من هر چیزی که میشه از طرف خداوند است، من میبرایم کار میکنم. چند شب پیش ساعت 1 بجه شب یک مریض انتقال دادیم در طرف یک باغ است. خانی ما، گرچه خانی ما رو شما ندیدین، اگه میدیدین او جایی که منطقی که من زندگی میکنم هیچ اصلا اونقدر سواد وجود نداره. کلگشان از کشلاخ ها آمدن اونجا زندگی کردن، یک جای اطراف است به نام یک باغ یاد میشه. از اون محل منطقه میبرایم شار، یعنی شب باشه روز باشه کار میکنم. مردم ما دفعه اول هیچ به تو فکر غلط میکردن، خانم ها را از را میکشه و رانندگی یاد میتن، یا تو حال بسیار احترام دارن کلگشان بر من، یعنی خوب است. از طرف شب روز بر من تفاوتو نداره، کار میکنم. خانم ها باشن کار میکنم، بعضی آقایان هم روشن فکر باشه موتر در موتر انتقال میتونم، اگر دیدم که مشکوک هست باز خطر داره دیگه، معذرت میخوایم، من نمیبرم اونو رو بازده. پس هر وقتی که برای شما نیاز داشته باشن شما در خدمت مردم. بله بله واقعا کار خیلی نیک میکنه نوستا جان. ما هم خیلی زیاد خوش شدیم که امروز آمدیم با شما چند لحظه صحبت کردیم، از کار داد بیشتر آگاهی پیدا کردیم، قسم که آگاهی داشتیم و خواستیم که بازم بینندگان ما بفهمند که خانم سارا نخستین زن تکتیران در افغانستان این روزا کجا هستن. با هم دلیل ما خواستیم که یک بار دیگه بریم سراغ شما و از کار شما برای بینندگان ما گزارش داشته باشیم. تشکر. یعنی گرچه کارهای ما زیاد هست، بیننده ها که مرا میبینن، من زیاد مسئولیت دارم، صرف به خاطر خانم ها هست، بخش دادخواهیشان هم پیش میبرم، من بخش قضیه های خشونت باشه که تو اون مصروف میباشم دیگه، در رسانه ها که رسیدگی کرده نمیتونم دیگه، سمینار ها هست و اینا هست، میگن میرم و قدر زیاد
نمی باشم از اون خاطر با حال که مصاحبه مرا گفتی ناکولک می فهمم که زنده هستم اگه در اینجا گشتم اگه چی آرزوی سعادتمندی تو نداره و در ضمن تو خیلی فارم زنبورداری هم داره رئیس انجمن زنبورداری هستم یک فارم دارم من خیلی عالی و دوستا وعده میکنیم که یک روز حتما میایم استاد جان از فارم زنبورداری شما یک گزارش میگیریم برای دوستانشان میدیم که خانم سارا جدایی که در بخش تکسیرانی کار میکنن در بخش دادخواهی و در ضمن در بخش فارم زنبورداری هم کار میکنن هزار دفعه فارم مود خدمت تان است وقت بیاین مقصد وقت اصل باشه بازی تو نشه وقت اصل نگرفته برید شاید مای هوت یا حمل وقتا باز وقت زنبور هست که از موسم خوابشان بیدار میشن از وقت خوابشان بیرون میبراین دیگه باز اصل تولید بکنن یعنی شیری گل جمع میکنن انشاءالله بخیر در ارتباط میباشیم بخیر وقتی که زنبور ها در اصل آمد وقت اصل شد ما میم حتما پشتم از اونجا مکرو دارش میگیریم و اصل خالص هم با هم یک جا دوش جان میگینه تشکر ما در خدمت تو سلامت باشید جان زیاد خوش شدیم از شما بسیار راضی شدیم تشکر از شما و تکلیف ما دید من زیاد خوش شدم تشکر از بینندگان تلویزیون آریانا که تا این مدت سخنان فرهنگندی مرا گوش گرفتن سلامت باشید تشکر خب دوستا شمایی که منتظر استاد سارا بودین یعنی من امروز آمدم سراغشان بیشتر امروزشان صحبت کردم و از کارشان، از بارشان و خصوصا از زندگیشان رابعی پیدا کردیم گزارش های ما ادامه داشته باشه منتظر گزارش های بعدی ما خصوصا در مادر شریف باشین برای امروز وقت همه ایتون خوش الان نگهدار